إن أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره مائده رو بازگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 41 است. گاهی صحبت این بحث مطرح شده است خدمت عزیزان که به طور کلی در بعض از آیات شریفه قرآن محققان مفسران ماجرایی را به عنوان شأن نزول مطرح می‌کنند. شأن نزول یعنی جایگاه زمانی و مکانی برای نزول این آیه شریفه، اون موقعیتی که در زمان نزول این آیه مهیا بود و شرایطی که پیش آمد. جبرئیل امین نازل شد این آیات رو برای نبی مکرم بازگو کرد. این میشه شأن نزول. بازگو کردیم که شأن نزول در آیات شریفه قرآن آیه قرآن رو منحصر به خود نمی کند. یعنی شأن نزول نه به معنای این است که اگر آیه در چنین موقعیت و شرایطی نازل شده است منحصر به این موضوع، این شرایط و این ویژگی خاص است، بلکه شأن نزول کمک می‌کند برای فهم بهتر، دریافت بهتر آیه شریفه و یه مصداق بارز و نمونه عالی رو پیش رو نهادن که به دنبال اون میتوان موارد بهتر رو دریافت، ادراک کرد و از آیه فهم فزونتری یافت. این اون استفاده اصلی شأن نزول است در آیات شریفه قرآن. برای این آیه مبارکه 41 بزرگان، محدثین، حتی تاریخ نویسان شأن نزولی مطرح می‌کنند و اون شأن نزول این است که در یه شرایطی از زمانی یه عمل ناشایسته جنسی در میان جمعی از یهودیان شکل گرفت. یکی از بزرگان و متشخصین یهود که دارای موقعیت و زندگی و شأن اجتماعی بود عمل ناهنجار جنسی رو انجام داد. ماجرا مشخص شد و آشکار شد و برای آرام کردن محیط در میان خود یهودیان حاجت به اجراء حکم و قضاوت در این باب بود. اونچه در تورات در این جهت داریم و جالب است برای عزیزان بدانید، در سفر تثنیه تورات، یکی از اسفار پنجگانه و خمسه، فصل 22 تصریح دارد خداوند سبحان در تورات که اگر کسی با چنین شرایطی، یعنی انسانی که دارای تأهل است، عمل ناشایسته جنسی انجام دهد، مجازات آن صریحا رجم و سنگباران است. این متن سفر تثنیه تورات است، همین توراتی که الان ما در دست داریم. و
با توجه به این حکمی که وجود داشت، طبعاً انتظار چنین قضاوتی می رفت که خود یهودیان، بزرگان، احبار حکم به این مسئله کنند و یا آرامش نسبی در میان یهودیان حاکم کنند. اما با توجه به اون تشخص و شخصیت اون کس، نمی توانستند چنین حکمی رو در مورد اون اجرا کنند. گاه بعضی از انسان ها هستند که قانون رو پس می زنند. این از اون گونه افراد و از اون شخصیت ها بود. به فکر این افتادن که به نزد پیامبر اسلام بیایند و در نوع این موارد ممکنه بتوانند یه تفسی به تعبیر عربهای راه خلاصی پیدا کنند، یه حکم مشابه مشترک تخفیف یافته‌ای بین این دو دین بیابند، بین این دو شریعت، و کار را آسان کنند. به نزد پیامبر آمدند، مطلب رو بازگو کردند. نبی مکرم فرمودند حکم همان است که در تورات آمده است، در شریعت من هم حکم همین است. اینها انتظار یه حکم تخفیف یافته ای رو از محضر پیامبر داشتند، اما نبی مکرم هم همان حکم موسوی رو بازگو کرد و حکم تورات را که در شرع مقدس اسلام از 5 مجازاتی که برای نفس این عمل ناشایسته جنسی مطرح شده است، یکی از اونها یا شدیدترین اونها همین حکم است. 5 حکم داریم ما در مورد زنا، مهمترین اون همین بحث رجم است و سنگسار است. هنگامی که مطلب رو بازگو کردند، اینها شانه خاله کردند. پیامبر فرمودند حکم، اینا گفتند نه اینطور نیست، اون چنان نیست. رسول مکرم اسلام کار رو حواله دادند به بزرگان و اون پیش کسوتان دینی یهود و عالمان به بیانی فرهیخته و منزوی جامعه یهود. گفتند اینها رو به داوری بگیرید، از اینها سوال کنید آیا مطلب این است، حکم همین است که من میگویم، یا نه در متن خود تورات. این کار انجام شد، موافق سخن پیامبر در آمد و روشن شد قضیه. اما باز با اون قدرت و اقتداری که بعضی ها در اون جامعه یهود داشتن، مانع اجرای این حکم می شدن و بهانه تراشی می کندن تا بالاخره کار به اجرای حکم کشید. یه چنین شرایطی پیش آمد، یه درویی ها، یه نفاق ها، یه روی برگردانی از تورات توسط اون کسانی که مدعیان رواج تورات، مدعیان ایمان به توراتند، و در این بین بعضی ها هم بودند که می خواستند از این آب گلالود یه ماهی هایی سید کنند، و اینها هم یه فکرهایی، نقشه‌هایی و مسائل. زمینه ایجاد شد برای نزول آیه شریفه که در عین این که ابتدا سخن عرض کردم شأن نزول رو در بر دارد، یه استفاده های عام و قابل تسری و جریانی رو آیه شریفه در دل خود نهفته است. یا من یا الرسول، خطاب خطاب بسیار رسمی است. اشاره شده است به عزیزان که در مواردی در قرآن کریم میبینیم خداوند سبحان میخواهد پیامبر رو به خطاب سازمانی و رسمی مخاطب قرار دهد. اینجاست که شما دو واژه یا ایها النبی رو میبینید، یا ایها الرسول رو، و همین گفتم و بالاخره بارها این مطلب رو مطرح کردیم که هیچگاه نام کوچک پیامبر مخاطب خداوند قرار نمیگیرد و نگرفته است در قرآن. هیچگاه نگفته است مانند یا موسی، یا یحیی، خذ الکتاب بقوه، یا آدم، اسکن انت و زوجک. هیچگاه خداوند به نام کوچک پیامبر را در قرآن خطاب نکرده است و مخاطب قرار نداده است. گویا جایگاه این بزرگ مرد اختصاص می‌کند که خداوند این ادب رو نسبت به شخصیت او به کار بندد و تعلیم دیگران بدهد، که باید با اون عنوان و جایگاه ویژه رسمی و موقعیت اندالله با این بزرگوار صحبت شود که مقام نبوت و مقام رسالت است. یا ایها الرسول، ای رسول، لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، تو را محزون نکند، بر تو حزنی دست ندهد از سوی اون کسانی که یسارعون فی الکفر، اینها مسارعه در کفر دارن. یسارعونه از ماده سرعت میاد، اما از خود ترکیب و ساختار کلامی و اون وزن فعلی اون چه استفاده میکنیم، اون مسابقه در سرعت دادن است. یسارعونه یعنی مثل اینکه گروهی با هم در حال پیشی گرفتن از یکدیگرن. خب در چه چیزی مسابقه
پیشتازی و مسارعه در چه چیزی؟ فی الکفر. تو محزون نشو از این که میبینی جمع و جماعتی از یکدیگر سبقت میجویند در کفر. حالا از جهت ادبی اگر اینجا خداوند سبحان میفهمد یسارعون الی الکفر، که نوعاً باید اینطور گفته بشه، یعنی با حرف الا بیاد، چون سرعت به سوی جایی گرفته میشود. الا اون انتهای سرعت رو میرساند، اون غایت و مقصد رو میرساند. اما نفرمود یسارعون الی الکفر، فرمود یسارعون فی الکفر، اون شدت و اوج رو میرساند. یه عده‌ای مثل این که وجه همت خودشون رو پیشتازی، سبقت در فرو رفتن در کفر قرار دادند، این میشه یسارعون فی الکفر. اینها تو رو محزون نکند ای پیامبر. خب این نکته قابل توجه است. به نوع این خطاب های این چنینی بارها در قرآن برخورد میکنیم، یعنی اینکه میبینیم خداوند میگه لقد زاغ بهی صدرك، پیامبر دلتنگی، افسردهی، نگرانی، ناراحت است خاطر حاطر تو از اینکه جمعی چنین و آنچنان میکنند. یعنی واقعا دیده میشه از کوچکترین انحراف، از کمترین زشتی تا درشترین موارد منکر و زشتی، سریعا در دل نازنین و در خاطر نازک پیامبر اثر میگذارد. نمیتواند رسول مکرم تحمل کند انحطاط یک انسان رو، نمیتواند سقوط شخصیت یک مخلوق خدا رو ببیند و بیتفاوت باشد. ولو اینکه یسارعون فی الکفر، ولو اینکه فروی در کفر میروند. این روحیه انسان دوستی پیامبر یه نماد بی‌نظیری است واقعا در میان انسان. این همه حمیت و این همه توجه به نجات و سعادت انسان ها، این ردایی است که برازنده قامت همین رحمت للعالمین است و با این نگاه به دیگران نگریستن. فرمود پیامبر نه، بسه، شما بیش از این خودتون رو محزون نکنید، مگذارید بیش از این خاطر شما آزرده باشد در حق این کسان. حالا این کسانی که یسارعون فی الکفر کیند؟ باید مقدار اینها معرفی بشن. من الذین، این من بیانیه است، یعنی من تعریفه، بازگو میکند که این گروهی که میگوییم چه کسانی هستند. جمعی از اینها کسانی هستند که قالوا آمنا بافواههم، میگویند با زبانها ایمان آورده ایم. قالوا آمنا بافواههم، اما ولم تؤمن قلوبهم، اما دلهای اینها هیچ ایمانی ندارند. طبیعی است انگار انسان وقتی صحبتی رو و سخنی رو مطرح میکند آیا غیر از مجرای دهان و لفظ و کلام است؟ مگر قول از غیر مجرای سخن بیرون میاد؟ اگر ما صحبت میکنیم با چشم، این رو قول نمیگیم. اگر بیواسطه یه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، اینها رو قول نمیگن. اینا رمز است، اشاره است، اینها چیز دیگری است. اگر قول گفته شود آن است که از دهان خارج میشود. فرمود قالوا آمنا، به افواههم نیاز نیست، اینها گفتند ایمان آوردیم با زبانشون. خب معلومه همه با زبانشون میگویند که ایمان آوردیم، این که چیز خاصی نیست. چرا خداوند تاکید میکند؟ یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، اراده میکنند که خاموش کنند نور خداوند را با دهانشون. اطفاء نوعا با همان به اصطلاح پف کردن دهان اطلاق میشه، باز به افواههم. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، وای به حال اون کسانی که می نویسند کتاب را با دستشون، مگر دیگران کتاب را با پاشون می نویسند؟ که بأیدیهم خداوند مطرح می کنه. در مواردی دیده می شود حساسیت، دقت، تأکید اقتضا می کنه به تعبیری برای خوب تفهیم مطلب خداوند به این شیوه سخن بگوید. همان که گاه ما هم در ادبیات محاوره‌ای خودمون به کار میبریم که من با چشم خودم دیدم. مگر شما با چشم دیگران هم میبینید که میگوید من با چشم خودم دیدم؟ من با گوش خودم شنیدم. خب معلوم است همه با گوش خودشون میشنوند، این اختصاص نداره به شما که با گوش خودتون بشنوید. اما وقتی میخواید اون اطمینان و قرار رو ببخشید، میخواید اون دیگه 100% تثبیت مطلب رو قطعی کنید، میگویید من این مطلب رو با
گوش خودم شنیدم، با چشم خود دیدم. این یه نوع تأکید زیبای ادیبانه است که به کار برده میشه. نوشتن کتاب را با دست خودشون، یعنی تصریحا این بگونه ای نیست که اینها تعمدی نداشته باشند، نه تعمد بود، با دست خودشون نوشتن. اینها گفتند با زبانشون، یعنی تعمد در این گفتن داشتن، کاملا اختیاری بود، کاملا با اراده خودشون بود، چیزی رو بر زبان جاری کردند که متاسفانه لم تؤمن قلوبهم، دلهای اینها باور به این نداشت. اولین گروهی رو که خداوند مطرح می کند که یا رسول الله این حزن و اندوه رو در مورد اینها نداشته باش، کسانی هستند که زبان بر زبان ادعای ایمان می کنند اما ایمان در دلهای اینها مستقر و ثابت نیست. دو تا نکته اینجا وجود دارد. یک، این که عزیزان به طور کلی هر سخنی که از زبان آدمی خارج می شود مانند یه درختی است که بیرون می آید. اگر درختی رو شما تصور کنید که ریشه در خاک نداشته باشد، این در معرض سقوط است و هیچ قرار و بقایی نخواهد داشت. کلامی که از وجود انسان از زبان آدمی خارج می شود، اگر ریشه در جان و در دل انسان و در روح آدمی نداشته باشد، این سخن لغو است. یعنی سخنی که فقط در فضای دهان چرخش می کند، این همان است که ما به پارسی میگیم لقلقه زبان. میشه لقلقه زبان. هیچ خاصیت مثبتی بر لقلقه زبان بار نیست. هنگامی که کلام از عمق دل، از وجود انسان، از اندیشه انسان آبش خور نیابد، این سخن لغو است و ارزشی نداره. سخن و کلامی ارزش داره که از سویدای جان، از دل، اندیشه و اراده انسان بیرون بیاد، و الا این سخن بی مقدار و لغو و بی ارزش است. حالا سخنی که از جان و دل انسان به در می آید دو حالت دارد: یا اینکه موافق با اون بن و اون عمق وجود انسان است، یا خلاف آن است. اگر اون سخنی که انسان بر زبان جاری می کند به منوال و مقتضا و در همان مسیر باور درونی و فکری و قلبی انسان است، این سخن سخنی است که در آن صداقت موج میزند، صفا موج میزند، این سخن قابل تقدیر است. اما اگر اون کلامی که انسان میگوید و ریشه در درون دارد اما مخالفت در درون دارد، یعنی ریشه دارد اما ریشه خلاف، این متاسفانه دیگه از نشانه های اصلی نفاق در قرآن محسوب میشود. این تغایر و تفاوت زبان و قلب، تفاوت گفته و دل، این از نشانه های مهم نفاق است در قرآن. اینها کسانی که قالوا آمنا به افواههم، به زبانشون میگوین چیزی را که لم و لم تؤمن قلوبهم، اما دلهای اینها به اون چه میگویند ایمان ندارد. نکته دوم، صریحا خداوند مشخص میکند که جایگاه ایمان قلب است. جایگاه ایمان جان آدمیست، قلب آدمیست، نه زبان انسانها. زبان نقشی ندارد جز مگر ابراز، مبرز است، ابراز کننده است. آن چه هست اون جان و درون انسان هاست. جایگاه ایمان در جان و دل است. آینه تجلی ایمان وجود درونی انسان هاست. زبان یه ابزاریست برای انتقال مافی الضمیر، کمون که ما اصلا در دستگاه زبان وقتی بحث میکنیم، دستگاه زبان رو مهمترین کارکرد اون رو انتقال میدانیم. دستگاه زبان به طور کلی در زبان شناسی یعنی عامل انتقال. حالا انتقال خیلی از چیزها هفش کاربرد دارد. این به طور کلی زبان عامل انتقال است. هنگامی که ایمان در دل و در جان خانه نکند، این زبان یقینا بدانید دیگه کارکرد اون متاسفانه کارکرد مثبتی نیست و لغوی بر زبان جاری می شود که عهد معنا و حکمت خریدار آن نیست. کاری باید کرد که دل ثابت و مستقر بشه. اگر دل ثابت و مستقر شد، سخنی هم که از آن برون می آید، سخن که سوز دل تابی ندارد، چکتگر آب از او آبی ندارد. هرچند زیبا و آراسته و خیلی مزین و پیراسته باشد این سخن، اما هنگامی که ریشه در درون ندارد و از عمق جان بر نمی خیزد و از اون پایگاه برخوردار نیست، این خاصیتی برون بار نمیشه. اینها کسانی این چنینن پیامبر،
انسانهایی که اون دلشون تثبیت نشده است، ایمان نیاوردند، و لم تؤمن قلوبهم، یعنی هرگز ایمان نیاوردند اینها، و به زبان چنین میگویند، دیگه اینجا جا ندارد برای اینها شما این مقدار متاسف باشید، رهایشون کنید به خودشون. این گروه اول. گروه دوم، و من الذین قالوا و من الذین هادوا، این گروه اول منافقان. جمع دوم اون کسانی که هادو، هادو رو همیشه اشاره کردیم که خود فعل هادو اگر معنا رو عربی بگیریم که ما موافقی نیستیم، یعنی توبه کنندگان، هاد یهودو به معنای رجوع و توبه است. عده‌ای از لغویون اصرار می‌ورزن که کلمه یهود واژه عربی است، هاد یهودو ریشه آن به معنای رجوع و بازگشت، حالی که این واژه عربی نیست، اصرار هم بیمورد است. اگر به غیر از این باشد، غیر عربی بودن مبنا باشد، دیگه این می شود هادو، الذین هادو یعنی پیروان و معتقدان به خداوند یهوه، الوهیم، یهوه، خدای خدایان و خدای بزرگ، که در تورات با همین عنوان معرفی می شود. یا این کلمه یهود، فعل هادو و تمام مشتقات اون بازگردد به یه علم و نام خاص که جناب یهودا و یهوزا باشد، یعنی یهودا زادگان، ای فرزندان یهودا و ای پیروان خدای یهوه. این معنای عبری کلمه. و من الذین هادو، این کسانی این چنینی، سماعون للکذب، تأسف نخور برای این الذین هادویی که سماعونه. کلمه سماع مبالغه در استماع، مبالغه در شنیدن است. اینها بسیار شنواند، خوب گوششون کار میکند، اما برای چی؟ للکذب، برای دروغ، برای سخنان واهی. اینها گوششون باز است اما نه برای حق، برای باطل. اینها دروغ را میپسندند، دروغ پرورند، جان اینها آماده صدق نیست. متاسفانه این چنین است عزیزان. گاه انسان به گونه این موفقیت رو پیدا کرده است در جان خودش و در فطرت خودش. خوشا به سعادت انسان هایی که واقعا وجود اینها، اصلا روحشون یه عامل تمیزی است برای صدق و کسب. اونقدر فطرت اینها سلیم است و پاک است که به مجرد شنیدن سخن، هنگامی که رائحه ناپسند کذب و دروغ میاد، جانشون مشمئز میشه. بسیارند بندگان خوب خداوند که چنین حالتی رو دارند. اینها به مجرد اینکه سخن کذب میشنوند، اون انفعال درونی رو در خودشون حس میکنند، اون اشمئزاز درونی رو میفهمند، و عکس این هم هست. عده‌ای از انسان ها هستند که اون چه وجودشون رو فربه می کند و لذت از اون می برند، دروغ است و کذب است و سخنان نابجا، ناپسند، اتهام است و رکاکت است و امثال اینها. این برخواسته از اون وضعیت فطرت ما انسان هاست که چگونه عمل کردیم، چقدر پرورش دادیم این جان ها را، چه خوراکی به این روح دادیم، این چگونه تربیت شد این فطرت. اینها کسانی هستند که سماعونه للکذب، اینا فقط آماده این دارن که دروغ پروری کنند، بشنوند، سخن باطل بگیرند، هیچ آماده شنیدن حرف حق نیست. این خیلی دیگه فطرت منحط شده است. سماعون للکذب. در این حال اینها سماعون لقوم آخرین، اینها بسیار شنونده اند برای گروه دیگر. خوب دقت بفرمایید، اولا کلمه سما که تکرار میشه، یه بار دیگه هم تکرار خواهد شد. خود واژه سما یه معنای اون بسیار شنواست، اون کسی که زیاد کاملا مراقب است. به همین خاطر کلمه سما بر جاسوس اطلاق میشه. سخنچین، خبرچین رو سما میگه، اون کسی که کار شنیدن است، آمادگی دارد که سخنی رو در یه جمعی بشنود، این رو کاملا آماده کند، بگیرد و آنگاه منتقل کند به جایی که میخواهد. لذا به خبرچین در کلام عرب سماع گفته میشود. جالب اینه، گاهی به خبرچین در کلام عرب عین گفته میشه، عیون گفته میشه، گاهی سماع گفته میشه. یعنی گاه خبرچین ها مأمور تصویر برداری هم
باید ببینند و منتقل کنند. به اینها عین گفته میشه، معنای چشم خود کلمه عین. گاه سماع گفته میشه، باید بشنوند و شنیدن رو منتقل کنند، این میشه. اما یه معنای دیگه وجود داره در کلمه سماع. اصلا خود واژه سمع که از همون معنا سماع رو الان عرض میکنم، یکی از معانی که دارد این است: رحم الله امرأً. نبی مکرم فرمود خدای رحمت کند اون انسانی را که رحم الله امرأً سمع مقالتی، بشنود سخن من را. یعنی چی؟ یعنی هر کی سخن پیامبر را شنید، خدا رحمت کند او را، دشمنان پیامبرم دارن میشنوند، خداوند اینا رو رحمت کند؟ نه، این کلمه رحم الله امرأً سمع مقالتی فضاها که پیامبر فرمودند، یعنی خداوند رحمت کند اون کسی که قبل قولی سمع، به معنای پذیرش است، به معنای قبول است، یه معنای عمده. شما وقتی که در نماز میگویید سمع الله لمن حمده، یعنی چی؟ یعنی دارید گزارش میدید که خدا شنید سخن ما را، خداوند سخن صاحب حمد را میشنود؟ نه، ما گزارشی نمیدیم. اینجا وقتی شما میگید سمع الله لمن حمده، یعنی اللهم تقبل، یعنی خدای قبول کن، یعنی خدا قبول میکند انشاءالله گفته که اون کسی که حمد اون میکند. اینو همه متفقن در این ذکر، اختلافی نیست که معنای این کلمه اینه. یعنی سمع یکی از مهمترین معنای اون. بذار شما اینو ببینید، وقتی میگید سمعا و طاعه، سمعا و طاعه یعنی چی؟ یعنی شنیدیم حالا انشاءالله بعد. نه، این اصلا سمعا و طاعه یعنی قبول، رو چشم کاملا اطاعت میکنم. خود ماده سمع این معنا رو میرساند و این نکته درش وجود دارد. سما اون کسی که خوب قبول میکند، خوب میپذیرد. سماعون لقوم آخرین، این کسانی که پیامبر آمادگی پذیرش دروغ رو دارن، نه حقیقت و صدق رو در محضر تو، اینا کسانی هستند که تمام وجودشون در گرو دیگران است. اینا نیومدن در محفل تو و در حضور تو که از حکم استفاده کنند. اینها متاسفانه گوش شنوا برای دیگران دارن، پذیرای سخن دیگرانن و اومدنشون پیش تو بهانه است. اشاره کردم شأن نزول رو اول. اینها دل به چه کسی دارن و سخن که میپذیرن؟ اینایی که اومدن الان از شما حکم سوال میکنن، آقا چنین ماجرایی پیش آمده است، چه بکنیم، چه حکمی باید اجرا بشه؟ اینها سماعون لقوم آخرین، اینها شنوای و قبول کننده سخنانی هستند که به نزد تو نیامدند، اون کسانی که لم یأتوک اما یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. اینها کسانی هستند که تحریف کردن کلم را بعد از جایگاه خودش. تحریف رو بارها معنا کردیم خدمت عزیزان. خود کلمه تحریف از ماده حرف میاد. اصلا حرف یعنی کنار، کنارهای شیء رو حرف میگویند. در خود تقسیمات زبانی اسم و فعل اجزای اصلی سخنند. تو تمام زبانهای دنیا وقتی تقسیم سگانی اسم و فعل رو حرف میکنید، اون نقش اصلی مسند، مسند الیه، نمیدونم محکوم، محکوم به، تمام اینها نهاد گذاره. وقتی بررسی میکنید عمده اینها رو اسم و فعله. حرف نقش کناری دارد، نقش حاشیه ای دارد. علی به دبستان میرود و علی کار است و ما به دبستان کار داریم و فعل رفتن را. اما علی به دبستان میرود، این بار را اگر بردارید کار خراب میشود. این یک نقش کناری داره اما خیلی تعیین کننده است. اما در این حال حرف است، بالاخره میگیم حرف است. کلمه تحریف از این ماده میاد. تحریف یعنی چیزی را از متن به حاشیه بردن، چیزی را از جایگاه خودش به کنار بردن. تحریف یعنی میگن آقا این بحث رو تحریف کردین، سخن ما رو تحریف کرد فلانی، یعنی ما اینطور گفتیم، حرف ما رو برد به حاشیه، اصلا از موضوع اصلی جدا کرد مطلب را. یحرفون الکلم، کلم بر وحی گفته میشه، بر تورات اینجا اطلاق میشه. اینها تحریف کردن سخن خدا را، من بعد مواضعه، بعد از اون که خدا در جایگاه خودش قرار داد. اینها اون چه با مزاقشون سازگار نبود از احکام الهی، مانند همین نمونه ای که عرض کردم، وجاهت و آبروی این شخص یهودی، موقعیت، مکنت و ثروت اقتصادی او اجازه میدهد که حکم خدا رو بردارن و در حق او اجرا نکنن، و جاری به حالی که در متن تورات وجود دارد. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه،
و ان لم تعطوا فاحذروا. اینها قبل از اینکه بیان پیش تو پیامبر موضعشون تعیین کردن. اینها وقتی که میخواستن بیاین به نزد تو که این مسئله رو سوال کنن، ببینن آیا حکم دیگری شما پیشنهاد میکنید در اسلام یا نه، اینها گفتن برید به نزد پیامبر اسلام. اگر چیزی سبکتر و حکمی کمتر از رحم و سنگسار گفت، بپذیرید. این چیز خوبی است، راهگشاست. بالاخره ما دنبال یه ماده واحده میگردیم، یه راه فراری میگردیم که این حکم رو اینطور اجرا کنیم. اما اگر مطابق آن حکم گفت، مطابق خود متن تورات گفت، قبول نکنید، اینجا چانه زنی کنید، استنکاف کنید، سر بپیچید، رد کنید. اینا قبل از اینکه بیان موضعشون تعیین کردن. خب بدترین شیوه صحبت و گفتگو با ارباب معرفت همینه که انسان قبلا موضوعشو موضعشو تعیین کرده باشه، بعد بخواد بیاد گفتگو کنه، قبلا تصمیمشو گرفته باشه در رد و قبول و چگونگی رد و قبول، بعد بیاد مذاکره کنه، مباحثه کنه و حق و نقد کنه. این که شیوه عاقلان نیست، شیوه حق جویان نیست. در باب تفسیر برعی در قرآن که این حدتها و شدتها رو شنیدید و گاهی بعضی ها واقعا دست پاشون جمع میکنن، میترسن اصلا، میگن بابا این من فسر القرآن به رأی فلیتبوع مقعده من النار. کسی که قرآن رو به رأی خودش تفسیر کند، خدا نشیمنگاه او را سراسر قهر جهنم قرار میدهد و اون اوج جهنم و آتش دوزخ. میترسیم مثلا نزدیک بشیم دیگه، بس ما چیزی در مورد قرآن نمیگیم. قال الصادق قال الباقر، همین شنیدیم کفایت میکنه دیگه. تفسیر یعنی چه؟ این بوده است دیگه، جماعتی اسم این برم بالاخره در طول تاریخ گفتن لا یجوز تفسیر القرآن الا بالاثر صحیح. نمیشه قرآن رو تفسیر کرد مگر با یه خبری که ثابت شده باشه. اگر با یه خبر و حدیث نبود دیگه نمیشه لب باز کرد. اینا همه میترسن از تفسیر برعی. اون که معنای تفسیر برعی در قرآن بر اساس استفاده از خود کلمات معصومین همین است که الان عرض کردم. یعنی این که شما یه مطلبی رو در ذهنتون تثبیت میکنید، جایگاه پیدا میکند، قبول ذهنی میکنید، حالا میایید در قرآن میگردید خط به خط که یه آیه مطابق خواسته خودتون پیدا کنید. یعنی یه رأی پیدا کردید، قائل شدید مثلا به این مبنای فکری و اعتقادی، این مبنای اجتماعی، حالا میایید دنبال این که یه گوشه ته آیه، سر آیه، یا وسط آیه، یه جایی رو پیدا کنید که از این بتوانید اون حرف خودتون و فکر خودتون رو مدلل کنید، به کرسی بنشانید، بگید خدا در قرآن اینطور گفت، پس حرف من درست است. این میشه تفسیر قرآن، تفسیر به رأی. و این امر بود برای تفسیر قرآن و فهم قرآن باید خالی و ذهن بود. نمیتواند ابتداعا انسان تصویر توحیدی ارائه کنه تو ذهنش، بعد بیاد حالا توحید قرآن رو تفسیر کند. نمیشود. قل هو الله احد رو باید بدون پیش درآمد ذهنی فلسفه یونان، بدون پیش درآمد ذهنی فلوتین، بدون پیش درآمد ذهنی پهلویون ایران، بدون این پیش درآمد ذهنی رفت سراغ لیس کمثله شی. بدون اینها باید فهمید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یعنی چه. اما اگر ذهن ما با گذشته اشراقیون آشنا بود، با مکتب نوافلاطونی آشنا بود، بعد خواستیم توحید قرآن رو منطبق به اون بکنیم، این میشه تفسیر برعی در توحید قرآن و در همه مسائل این چنینی. باید قرآن رو خالی و ذهن سراغش بریم، تسلیم قرآن باشیم، پذیرای سخن خداوند، استنتاق کنیم به تعبیر امیرالمؤمنین از قرآن. استنتاق حضرت فرمودن فاستنتقوا، برید قرآن رو به نطق بکشید، به سخن درآورید و از خدا و از کلام خدا سخن رو بشنوید. فرمود اینها یا رسول الله یقولون ان اوتیتم هازا، میگویند از قبل که برید پیش پیامبر، اگر اینطور گفت بگیرید. خوبه، یعنی آمدنشون پیش پیامبر برای اینه که یه دلیلی، یه استنادی، پشتوانه از سخن پیامبر برای میل و خواسته خودشون پیدا کنن. حالا اینو توجه بفرمایید، این بحث شدت و حدت و سخن رو به کناری بگذاریم، نمیخوام در آیه بگم، اما استفاده اخلاقی. گاه میبینید ما هم به این عارضه در دینداریمون مبتلا میشیم. یعنی گاه ما هم بالاخره
تو این شرایط یه اختلافی است بالاخره بین این فرد و اون فرد، بین این زن و شوهر، نمیدونم بین این دو کس در جامعه، بین این دو طرف قرارداد. پیامبر گفته است، حکم رسول خدا این است، چنین و چنان. حدیث رو محکم میخوانیم برای اثبات این خواسته. پیامبر این رو گفته است. خب باز صحنه عوض میشود، چرخ میچرخد، تلک الایام نداولها بین الناس. روز دیگری ما اون طرف قرار میگیریم، نه این موضعی که هستیم دیگه. حالا ما کارفرما نیستیم، ما کارگریم الان، ما کاربریم الان. حالا اینجا وقتی که آقا میخوایم حساب کنیم، باز میگیم قال رسول الله، رسول خدا اینطور فرمودن. گفتن آقا اونجا میگیم آقا پیامبر فرمودن. صاحب دقت دقت انضباط ده، چون با رسول خدا دستور به سماحت داده است، بخشش داده است، گذشت داده است، پیامبر فرموده است این چنین کنید. یعنی میبینید گاه استناد ما به مبانی تشریعی برخواسته از تصحیح خواسته های قلبی مونه. این خیلی خطرناک. این تفسیر شریعت به رأی است عزیزان، به میل است، و این رو باید خیلی مراقب باشیم که در این دام گرفتار نشیم. یعنی واقعا اون نگاه همراه با پهنا و فراخنای دین به شریعت است که انسان رو از این شیوه نگاه دور میکنه. نه نگاه یک سویه، یک جانب نگری، از یک بعد دین رو دیدن، ابدا. وقتی اون نگاه عمیق و گسترده رو پیدا میکنیم، از چنین آفتی به دور خواهیم آمد. اینم بالاخره یه نوع مشکله که ممکنه حالا نه به این معنا که خداوند میگوید، اما ممکنه ما هم دچار چنین نکته‌ای باشیم. بالاخره دنبال این باشیم که یه سخنی حدیثی پیدا کنیم که تقویت ما بکنه. الان تو این پرونده بتونیم این رو بنویسیم تو این لایه، همون بگیم ما امیرالمومنین اینطور گفتن. خب امیرالمومنین چرا اینو گفتن؟ به خاطر که حرف شما درست باشد. یعنی مثلی که امام علی این رو گفتن که امروز شما تو این دادگاه موفق باشید. نه، این شیوه عظمت و شأن و جایگاه این بزرگان این گونه نعوذ بالله استفاده ابزاری نیست. اینو باید توجه کنیم و جدا اجتناب کنیم. اینها چنین میگویند که ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. اینها اگر نه اون چیزی که پیامبر شما خواستید بهتون نگفت، اجتناب کنید و بکنه. و من یرد الله فتنته فلن تملك له من الله شیئا. پیامبر، اون کسی که اراده، و من یرد الله فتنته، اون کسی که خدا اراده فتنه اون کرده است، بدان هیچ مالک امری از سوی خداوند نخواهد بود و خدا به سنت خیش در حق او عمل میکند. این بار این کلمه فتنه اینجا خیلی سنگینه. این در حد یک آزمون نیست. در سوره مبارکه بقره عرض کردم در ولنبلونکم ابتلا، فتنه. اصلا خود ابتلا که سنت الهی است، آزمون که سنت الهی است به تعبیر ما، و بس گاهی این همراه با شکوفا کردن، رو کردن، اون با بالندگی توانمندی های درونی انسان هاست. تا این تست ها نباشه، این صحنه ها نباشه، کسی نمیداند چه دارد چه ندارد، درون انبار چیست. اما گاه بحث این نیست، بحث ابتلا همراه با فتنه است. یعنی این ابتلایی که خداوند مطرح میکند گاه اتمام حجته، اتمام حجت است، و این خیلی سخته. گاه ابتلاء الهی به معنای این است که یا جام باده یا قصه کوتاه، دیگه تمام، این فرصت داده شد، این موقعیت داده شد، خود دانید. و من یرد الله فتنته، اون کسی که خدا بهش اتمام حجت میکند، دیگه این پیامبر، این حکم، این قضیه روشن، اما شما این گونه به میل و رأی خودتون عمل میکنید، دیگه بدونید مالک هیچ امری از سوی خداوند نیستید. بدونید که اتمام حجت شد و کار تمام. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. اینها کسانی هستند که خدا اراده تطهیر دل اینها نمی کند. اینجا می نکته ظریفی دارد در ادامه آیه که مقداری به شدت خدای سبحان بحث و مطرح می کند. اولا مشخص می شه که تطهیر دل کار ما نیست، کار خداست. تطهیر دل
خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رونهد به ویرانی کار خود حضرت حق است. خداست که این دل رو پاک میکند. گاهی تو بحث تزکیه اینه وقتی اشاره میکردم که این زبان سگانه ای که شما در قرآن میبینید که خدای سبحان میگوید الله یزکی من یشا، خداوند تزکیه میکند هر کی را که بخواهد. بعد میگوید یزکیهم و یعلمهم، پیامبر تزکیه میکند. سپس میگوید قد افلح من زکاها، رستگار و موفق است اون کسی که خودش رو تزکیه میکند. بالاخره خدا مزکی است، پیامبر مزکی است، یا ما مزکی، چه کسی تطهیر میکنه و تزکیه میکنه؟ تزکیه کار کیست؟ هیچ تردیدی نداریم تزکیه کار خداست. بله الله یزکی من یشا فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. خیلی چانه نزنید روی این بحث، گمان نکنید که میتوانید شما این چنین و آنچنان کنید. خداوند است که حکم به تزکیه دل میکند و جان به طهارت وجود. تمام اصول، تمام قواعد و تمام راهکارهای تطهیر ریشه الهی دارد. از غیر مسیر خدا کسی به طهارت نمیرسد. پاکی دل دست نمیدهد مگر با گذار از کوی یار. اگر اون نفحات و انس به دلی ننشیند، بوی طهارت رو هم حس نمی کند. بله الله یزکی من یشا، اصول رو اون داده است، اراده از ناحیه حق است، اما انتقال این پیام از سوی خداوند توسط نبی مکرم است. و اون کسی که این اصول رو طلب می کند، جدی می گیرد، به شکل درست با اون برخورد می کند، ما هستیم. پس فرایند تطهیر یه عامل انتقال دارد، یه عامل اجرا دارد، اما یه عامل اصلی صدور و فعلیت داره. اون از سوی خداست، انتقال اون پیامبر و اجرای اون در مقام سوم به وجود خود ماست که اونجا دیده میشه. اصل تطهیر از سوی خداست، اما گاه کار آدمی به جایی میرسد که اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، دیگه خدا اراده تطهیر چنین دلی را نداره. یعنی گاه این لجاج و عناد، گاه این خودمحوری و کبر، گاه این نفاق، گاه این فسق مملو شده در جان به حدی میرسد که دیگه اینجا این دل و این جان قابل تطهیر نیست و خداوند اراده این کارو نمیکنه، دیگه راه میکنه. اینجاییست که ختم الله علی قلوبهم میشه، دیگه خدا این دل رو کاری ندارد و راه میکند. اگر این چنین شد لهم فی دنیا خزیون، کسانی که به اینجا میرسد کارشون در دنیای رسوایی، در دنیای پستی، در دنیای رهایی دارند، اینها تکیه ندارند به حق، لذا هر لحظه ممکنه در حال لغزش باشن، خزی داشته باشن. و لهم فی الاخره عذاب عظیم، و در آخرت هم اون عذاب سنگین و عظیم الهی در انتظار اینهاست. باید بیشتر بعضی از این جماعت معرفی بشن، اینها که این گونه پیامبر رو ایذا کردند، این گونه بازی با حکم خدا میکنند. سماعون للکذب، اشاره کردم بار دیگر هم تکرار میشه، اینا پذیرای دروغ و نه پذیرای حق. حالا نکته عجیبی میبینیم در ادامه آیه و ارتباط عجیبی، اکالون لسحت، این کسانی که پذیرای باطل و دروغند، اینهایی که اومدن به این شیوه پیامبر، اینها اکالونن. کلمه اکال از ماده اکل میاد، اما شدت در اوج، مبالغه رو میرساند، بسیار اکال از اکول بالاتر، اصلا کارش اینه. اکالون اینها کسان که خورندگان سحتند. کلمه سحت از واژگان عجیب قرآن است. ریشه خود کلمه سحت سین هی حتی ته صحته در لغت عرب به معنای استیصال. استیصال یعنی چه؟ یعنی ریشه کن کردن. گاهی صحته رو به معنای سحقه به کار میبرن در کلام عرب. این سوهان های عرض به خدمتون برنده آهن رو، میبرد، سوهان های آهن میتراشید، میبینید دیگه
تموم شد، چیزی نماند، فقط براده ها ریخت این طرف اون طرف. این آهن این چنینی قوی این سابیده شد و از میان رفت. این عمل رو سحت میگن، سحق میگن در کلام عرب. با هم در اشتقاق اکبر سین هی حدیشون شریک یه توقاف فرق میکنه، اینو میگن اشتقاق اکبر یا کبیر. اصل لغت اینه، اما این لغت اومده در قرآن در یه معنای عجیبی به کار برده شده است عزیزان. سحت در قرآن به اون حرامی گفته می شود که ریشه ی انسان رو می کند. سحت نوعاً به مواردی گفته می شود که اینها می ثابت وجود انسان رو، انسانیت انسان رو، شرافت انسان رو، ایمان انسان رو از بین میبرد. این موارد در قرآن و در روایات ما به عنوان سحت مطرح شده است. اکالو مل سحت، اینا کسانی هستند که خورندگان سحت هستند. مثلا به عنوان نمونه گاهی زمینه بود است اشاره کردم در بحث ها، مثلا سحت سمن تو عرض بخدم سمن و زانیت اجرت و زانیت سحتون، اون وجهی رو که زن نابکار و روسبی میگیرد این سحت است. این تا اینجا اجرت المقنیت سحتون، زن آوازخان و مطرب اون درآمدی که میگیرد سحت است. الرشاف الحکم سحتون، همونطور که اون پول اون زن نابکار روسبی سحت است، اون رشوه‌ای که قاضی میگیرد این هم همون ارزش رو دارد، این هم سحت است، اینم پهلو میزند با همون حرام. چیزهایی رو در روایات گفتن به عنوان سحت مضطرب میکنه واقعا ذهن رو اگر انسان کم توجه این کنه به بعضی از این موارد. تا یه وقتی جمله عرض بکردم دیگه علی الله بگیم اون رو خدمت دوستان. گاهی میبینیم بالاخره در جامعه وضعیت اخلاقی خوبه این که تذکر میده. گاهی شما عزیزان اعتماد میکنید به یه کسی، میگن آقا این عرض به خدمت دختر خود شماست، هرچی رو چشم ما با 20 سال آشنایی با شما دیگه این حرفا رو نداریم. به تعبیر عامیانه مشهدی ها میگن ریش و قیچی دست خود شما، هر جو میخواید ببرید بدوزید. چنین عملی رو میگن استرسال در روایات، یک کسی که وجود خودش رو در اختیار دیگری قرار میده. کاملا تسلیم جون، آمدید وارد این مغازه شدید، وارد این تجارت خانه شدید، میگید من فرشی فلان اینا، من نمیدونم یخچالی میخوام، نمیدونم وسایل منزلی میخوام، این آمدید بین. بعد خب چی میخواید؟ آه ماک انتخاب شما دیگه، ما در انتظاری بودیم یه وقتی همچین نیازی داشته باشیم بیام خدمت جناب عالی با این عالم دوستی. اون چه شما میفرمایید ما تسلیم شما هستیم. به این انسان میگن مسترسل. توجه داری؟ قبن المسترسله سحت، کسی که از این حسن نیت سوء استفاده میکند در عالم رفاقت، اون چیزی که میگیرد مانند اجرت اون زن روسپیست، اون قبنی که میکند مانند اجرت همان زن مغنی است. قبن المسترسله سحت، این دوستی که نه سوال کرد اصلا از قیمت از شما، هیچی، دست چک رو گذاشت مقابلتون، گفت قلم داد، گفت بنویسید، خودتون بنویسید، شما هم هر چه خواستید نوشتید. اینها خطره، اینا زنگ خطره، اینا سحت اصلا میثابت دیگه، تمام شرافت و ایمان رو میثابت و از بین میبرد. اکالون لسحت. حالا بیایم سراغ آیه. ببینید فرمود سماعون للکذب، اینها کسانی هستند که پذیرای باطل و دروغ هستند، گوششون برای دروغ آماده است، برای حق آماده نیست. ببینید یه ارتباط ماهوی خدا برقرار می کند. اکالون لسوت، ریشه چنین فطرت از کجا هست؟ از خورندگان سوت. وقتی انسان انضباط اقتصادی ندارد، عدالت اقتصادی ندارد، حلیت و حرمت تشریعی اقتصاد را رعایت نمی کند و از هر دری که بیاید نه قانون از کجا آمده است وجود دارد، نه قانون به کجا می رود در اقتصاد وجود دارد، نتیجه این اکالون در سحتی می شود که فطرت آماده کذب و دروغ
نه آماده صدق و صفا، اکالون لسود. یه پیوند عجیبی رو خدا بین این خوراک فکر و خوراک دل برقرار میکنه، بین خوراک فرهنگ و خوراک اقتصاد، اینها رو با هم گره میزنن ذات حق. فان جاءوک پیامبر، اینها به هر دلیل اگر آمدن پیش تو، من بعد فحکم بینهم، اگر شرایط رو مهیا دیدی رأی خودت رو و حکم خودت رو بگو به اینها، اما اگر دیدی میخوان بازی کنند، سوء استفاده کنند، نیرنگ بزنند، آبروی تو رو وجهی قرار بدهند، او اعرض عنهم، خواستی جوابشون نده، روی برگردان. اگر دیدی اینها طالب حق نیستند، اینها رو به تعبیر ما از سر باز کن. و این تو اعرض عنهم، اگر هم شما روی برگردانی، نگران نباش، ممکنه با اون وجه شخصیتی تو نمیسازد، تو دوست نمیداری اینطور برخورد کنی، اما گاه مصلحت تو این است که اینها رو چنین جواب بدی. و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا، بدان هیچ زیانی به تو نمیرساند. و ان حکمت فحکم، اما با همین دشمنان، با همین بدخواهان، با همین مقرضان هم اگر بنا شد حکم کنی براشون، هیچ فرقی با دیگران ندارند. همین ها که به این شیوه، همین اکالون لسحت، همین سماعون للکذب، اگر بنا بود حکم ندی، نده یا رسول الله، اما اگر بنا به صدور حکم در حق اینا بود، فحکم بینهم بالقسط، با اینها و در حق اینها هم باید حکم را بر معیارهای قسط صادر کنی و جاری کنی. در حق همین ها، اینا در برابر قانون فرقی ندارن با اون حلال خورها، اینا هم فرقی ندارن، باید در حق اینها هم منصفانه، عادلانه و به قسط سخن بگویی و حب و بغضی اینجا دیگه در اجرای حکم در مورد اینها هم وجود ندارد. و این حکم تفحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین، خداوند اهل قسط رو دوست می‌دارد. سخن آخر این که بر تقدیر می‌دانیم که اشاره شده است که خدمت دوستان عزیز که بحث قسط و عدل تفاوت‌های زیربنایی دارند، یعنی یکی از تفاوت‌های مهمی که بین قسط و عدل وجود داره، و به همین خاطر می‌بینید هدف نهایی پیامبران عدل نیست، اینها برای عدالت اجتماعی نیامدند، اینها برای قسط اجتماعی آمدند. لیقوم الناس بالقسط نه بالعدل، که اون تفاوت ها موجب این شیوه متفاوت لحن و بیان میشه که ما کم توجهی میکنیم. گاه قسط اولا عدالت دو سویه است، اگر عدل جامع پیاده شد میشه قسط، نه یه عده‌ای برخوردار از عدل، جماعتی نابرخوردار، این نمیشه. عدل قسط عدل دو سویه است، از سوی فرزندان به والدین، والدین به فرزندان، زن به شوهر، شوهر به فرزند، اگر در هر دو سو دیده شد این میشه قسط. یک آن مهمتر از این، قسط یه مفهوم رفیعی رو و لطیفی رو نسبت به عدل میرساند، و اون اینه که بالاخره اون به حقیقت عدل اگر کسی بتواند پی ببرد، نه به صورت عدل. گاه عدلی که ما اجرا میکنیم، ساده تر از کنم، عدل قانونی است، ما بر اساس معیار قانون، این ماده واحده است و این اقتضا میکنه من اینو عمل میکنم، این حق حقوق شماست، بسم الله، شکایت داری برو داری کار، ما داریم طبق قانون عادلانه بر پیش هر حاکمی هم بگذارید میگید آقا دست مریض و درست عمل کردید، اما من میدونم که اینجا این عادلانه نیست در حق و باطن امر، من میدونم این آقا چه کرده است برای من تو این 10 سال 20 سال، ولی من دارم به صورت قانون دارم من درست عمل میکنم، عدل قانونی عمل میکنم، اما این قسط نیست. این رو من گاهی در بحثای ویژه‌ای بوده، مناسبت بوده، مخصوصا در مورد مهدویت و بحث عرض یملا الله العرض قسطن و عدلا که اشاره کردم. یعنی شما با این کارگر قراردادی رو تنظیم میکنید، با این شرکت قراردادی رو تنظیم میکنید، تو این اصول بالاخره مشخص از همین مثال سادهش، شما میگید آقا این کار رو انجام میدید، این روز این 5000 تومان 6000 تومان نمیدونم مبلغ به شما میدیم، خب طبق قرارداد کار میکنه، شما پایان روز 6000 تومان رو میدید به این.
اما اگر این کارگر دو تا با هم اومدن همزمان تو این خونه کار کردن، یکی 4 مرتبه چای خورد، یکی 2 مرتبه چای خورد، شما پایان روز به هر دو 6 تومن دادید، این کارتون عدله، چون 6 تومن تهی کرده بودید به هر دو 6 تومن دادید، اما این قسط نیست. میتونم به شما بگم قسط نکردید. یعنی اون کسی که شما میبینید این سهم کاری که تقبل کرد و انجام داد، این غیر اون دیگری است که 6000 تومن میگیره، ولو قرار داده شما 6000 تومنه، اما اینجا اگر 6 تومن دادید عادلید، اما اگر 1000 تومن گذاشتید برای اون حقیقت کاری که این انجام داد روی این مبلغ و پرداختید، اینجا قسط کردید، اینجا مقسطید. و ان الله یحب المقسطین. قسط از عدل لطیفتر، جامعتر و عمیقتر است. لذا بیشتر از این واژه در موارد اجتماعی استفاده میشه در قرآن و در متون روایی ما. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خود بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دست ما را از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه بگرداند. صلوات اینات بفرمایید. آمین. صلوات علی محمد و آل محمد.